خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. جلسه دوم از آموزش رله کنترل فاز در خدمتتون هستیم. کلی اطلاعات خفن از تغییرات و تنظیم پارامترهای روی رله های کنترل فاز انواع برندها، نحوه سیمکشی رله کنترل فاز سه فاز و تک فاز و نحوه قرارگیری اون تو مدار فرمان رو میخوام بهتون آموزش بدم. کانال فنی یوتیوبرز هم اولین کانالی هستش که توی ایران آموزش برق ساختمان، برق صنعتی، تأسیسات و موتورخونه رو بهتون ارائه میده. بریم سراغ آموزش، کلی اطلاعات خفن میخوام بهتون بدم. این آموزش رو اگر میخواید ببینید حتما قبلش برید آموزش قبلی رو که براتون گذاشتم رو برید ببینید، چون اون پیش نیاز آموزش امروزمون هست. خب یه دونه کنترل فاز من اینجا میکشم براتون، نگاه کنید. ما سه تا فاز داریم اینجا. یه مقدار اینو صاف بکشیم. خب L1 L2 L3 یه دونم چی داریم؟ نول داریم، درست شد؟ اینم نول. یه دونه رله کنترل فاز من اینجا میکشم به این شکل. رله کنترل فاز اینجا می‌نویسیم L1. به اسمش از چی؟ PHC فاز کنترل L1 L2 اینم L3، درست شد؟ خب ما برای کنترل فاز سه تا فاز نمونه بهش میدیم از برق شهر. سه فاز، این سه تا فاز L1 L2 و L3، درست شد؟ خب حالا این پایین سه تا پیش داره دوستان. مثلا من اینو پاک میکنم، اینجا از 15، مثلا این از 16، اینم از 18، یا مثلا این ودیار میکشم فرق نمیکنه. میخوام مدار فرمان رو اینجا میکشیم، درست شد؟ خب پایه 15 میشه مشترک، اینجا مینویسم 15 مشترک یا کام. پایه 18 NO یا نورمالی اوپن. بعد خدمت شما هست شفت که پایه 16 NC یا نورمالی کلوس. یعنی در شرایطی که کنترل فاز آرز به برق وصل نکردیم، پایه 15 از پایه 18 جدا هست و پایه 15 از به پایه 16 وصل هستش. خب در حالت عادی یعنی اینجوری میشه، این میاد اینجا، این جدا هست و خدمت شما هست شود که این اومده اینجا اینجوری، این اومده اینجوری وصل شده، مثلا به این اینجوری وصل شده. موقعی که برق وصل بشه این میاد این طرف به این شکل. موقعی که برق وصل بشه یعنی برق به کنترل فاز وصل کنیم، این پایه 15 وصل میشه به پایه 18 و پایه 16 چه میشه؟ جدا میشه. این شد از معرفی پایه ها. L1 و L2 و L3 هم میشه چی؟ سه فاز برق شهر. اینم از این، درست شد؟ خب نکته فعلا نمیمونه، میره سراغ مدار فرمان. مدار فرمان چی میگه؟ میگه اول این سه تا فاز هست. البته ما اینجا باید فیوزم بکشیم دوستان، سه تا فیوزم میکشیم، اسمشون رو میزیم F، درست شد؟ خب حالا از همین فیوز که اینجا کشیدیم، از همین پایه مثلا L1 اینجا L1 میاریم، من با یه رنگ دیگه بکشم، با این رنگ میکشم، رنگ آبی، اینجا اینو میارم اینجا، نمونه میگیریم میاریم اینجا، وصل میکنم به پایه 15، درست شد؟ بعد پایه 18 رو میاریم کجا؟ پایه 18 رو برمیداریم میاریم اینجا، مثلا وصل میکنیم به پایه بیمتال اینجا، وصل میکنیم به 95 و 96 بیمتال. اینم از این، مثلا اینم میزیم F2، اینم مثلا گذاشیم F1. خب بعد برق اومد داخل رله کنترل فاز، میاد داخل بیمتال، میاد داخل استوب،
11 و 12 این اسش رو میذاریم S0 بعد میاد میره داخل استارت S1 میذاریم اسمش رو 13 و 14 بعد کجا میره دوستان؟ گفتیم دیگه بعد میاد اینجا میاد میره داخل A1 اینجا میاد میره داخل A2 اینجا هم وصل میشه به نول. این نولی که این پایین کشیدم همین نول این بالاست ها. ببینید من دیگه از اینجا باید وصل میکردم به این دیگه خیلی شلوغ میشد. این نول همون نول هست، خط بزرگ خط کوچیک، اینم نول. یا تو استاندارد قدیم بهش MPM میگفتن. حالا ما برای اینکه مدارمون دائمی بشه باید از تیغه خودنگهدار کنتاکتور 13 و 14 کا1M، اینم کنتاکتور 1 کا1M، کنتاکتور 1 اینم که M هست، درست شد؟ این شد از این. این نحوه نصب و سیمکشی رله چیه؟ کنترل فاز است. حالا نکته آقای غلامنیا پای 16 اینجا چیکار است؟ هر موقعی که رله کنترل فاز فالت داد، یعنی خطا رو تشخیص داد، مدار ما رو قطع کرد، کنتاکتورمون رو قطع کرد، الکتروموتورمون خاموش شد، اون موقع چیکار میکنیم؟ میایم برای خاموش شد، هر موقع فالت داد پایه 15 به 18 که وصل بود جدا میکنه، میاره میشوندش پایه 15 رو به پایه 18. پس میگیم در زمان خطا چی میشه؟ پایه 15 به 16 وصل میشه و پایه 15 از 18 جدا میشه. وقتی که 15 به 16 وصل میشه چیکار میکنیم؟ حالا میام اینجا روی درب تابلو، ببینید من این سیم از روش رد میکنم، این دوتا وصل نشد، از روش رد میکنم، روی درب تابلو یه دونه چراغ سیگنال میذاریم، اینم که اینجوری وصل میکنم به این نول، درست شد؟ اینم نولمونه دیگه، چراغ سیگنال وصل میکنیم، یه دونه چراغ سیگنال مثلا قرمز به عنوان فالت، اینم رنگش قرمزه به عنوان فالت. خب هر موقع که فالت داد کنترل فاز این چراغ روشن میشه، اپراتور میفهمه که کنترل فاز الان خطا رو تشخیص داده، میاد پای تابلو و مشکل میخواد حل بکنه. حالا ما از کجا بفهمیم که چه مشکلی الان به وجود اومده که این کنترل فاز فالت داده؟ الان میخوام به آموزش بدم. پس چیکار کنیم اینو؟ پس دوستان این اطلاعاتی که الان کشیدم اینجا رو شما فقط، من چون الان بخوام که اینا رو پاک بکنم دیگه به مشکل میخوریم، پس ما یه کاری میکنیم، این آموزش شما جلسه دوم از آموزش رله کنترل فاز داشته باشین، جلسه بعدی که میشه جلسه سوم رله کنترل فاز، اونجا بهتون تمام پارامترهایی که روی رله کنترل فاز هست رو بهتون آموزش میدم. یعنی برین جلسه بعدی رو فردا شب ساعت 10 شب ببینید. خب حالا چه خطاهایی ممکنه برای کنترل فاز پیش بیاد؟ 1 قطع 1 فاز یا 2 تا فاز، 2 جابجایی 2 تا فاز و یا 3 تا فاز با هم دیگه، یعنی جای 2 تا فاز با هم دیگه عوض بشه، سوم نول قطع بشه اگر کنترل فازتون با نول هستش، و خدمت شما عرض شود که ولتاژ از یه حدی کمتر و یا بیشتر بشه. آیا قولم نیا چقدر کمتر یا چقدر بیشتر بشه رله کنترل فاز خطا میده؟ تو جلسه بعدی بهت میگم. فقط یه نکته از من یادگاری داشته باشید، یه سری کنترل فاز هستن که با نول هستن، یعنی اینجا یه پیچ دیگه داره نوشه N، این نول رو چیکار میکنی؟ میاری وصل میکنی به این. چه فرقی میکنه کنترل فاز با نول و کنترل فاز بدون نول؟ کنترل فاز بدون نول فقط و فقط ولتاژ خط رو تشخیص میده، یعنی ولتاژ بین فاز 1 و فاز 2، فاز 1 و فاز 3، فاز 2 و فاز 3، دیگه ولتاژ فاز رو تشخیص نمیده. ولتاژ فاز چیه؟ ولتاژ L1 و نول که 230 ولت تو شبکه ایرانه، L2 و نول 230 ولت، L3 و نول 230 ولت. پس کنترل فازهای با نول خب مزایای بیشتری دارن، از اون طرف حساسیتشون هم بیشتر میشه، یه اتفاقی میفته اگر سیستمتون سه فاز باشه ولی داخلش مصرف کننده تک فاز داشته باشین، اگر سیم نول خدای نکرده قطع بشه، اون موقع اگر بارها و با هم دیگه توانشون یکسان نباشه، روی یک سری از مصرف کننده ها که توان کمتری دارن، اون موقع ولتاژ بیشترشون قرار میگیره و احتمال سوختنشون زیاد میشه. اینم شد از این نکته. پس در مورد کنترل فاز استفاز بهتون گفتم، فقط یه نکته از من یادگاری داشته باشید، اونم این که من اینجا رو پاک میکنم بچه ها، خب اینجا پاک میکنم، شما اینو داشته باشید دیگه،
پاک میکنم که شما یه نکته بهتون بگم. خب یه سری رله های کنترل فاز هستن اشنایدر. خب اینجا می نویسم اشنایدر. اینا دیگه پایه‌هاشون 15 و 16 و 18 نیست، یعنی به جای 15 به جای 15 16 و 18 خب پایه‌هاشون 11 و 12 و 14 بچه‌ها. خب به ترتیب عدد بزرگتر 18، اینجا عدد بزرگتر چنده؟ 14 هستش. 14 جای 18 میاد، پس به جای 18 عدد 14 میاد، به جای 16 که وسطی هستش میشه 12 و پایه 11 میاد جای 15. پس رله کنترل فاز اشنایدر این سه تا پایش دیگه 15 و 16 و 18 نیست، به جای 15 11 داره، به جای 16 12 داره و به جای 18 14 داره. اینم نکته بود که می‌خواستم بهتون بگم. رله های کنترل فاز تک فاز چه جوریه غلام نیا؟ رله های کنترل فاز تک فاز به جای اینکه سه تا فاز بهش بدیم یه فاز نول فقط بهش میدیم، یعنی به این شکله. ببینید به این شکله اینجا من میکشم رله کنترل فاز تک فاز اینجوریه، یه فاز نول بهش میدیم ال ان، خب یه فاز نول بهش میدیم فاز اینم نول، اینجا یه فاز نول بهش میدیم. من اینو پاک میکنم تخته با کنم، داره اذیتو میکنه. خب اینجا میگیم فاز نول، اینجا نول میدیم، اینجا بهش فاز میدیم. خب حالا چی داریم پایینش؟ اینجا نوشته همون داستان همیشگیمون 15 18 و 16 تموم شد. یعنی برای مصرف کننده تک فاز استفاده میشه. میتونیم چیکار بکنیم؟ برای پمپای خانگی، برای پمپای خانگی، پمپ آب خانگی میتونیم رله کنترل فاز تک فاز بذاریم. بعدش بی متر هم میتونیم بذاریم، کانتاکتور میتونیم استفاده بکنیم. ولی برای مصرف کننده سه فاز یا تابلو برق سه فازتون حتما باید از رله کنترل فاز سه فاز استفاده کنید. اینم به همین شکل فاز نول میدید و خدمت شما عرض شود که اصلا یه فاز میگیریم میاریم میدیم به اینجا. البته اینجا فاز یه فیوز هم داره، اینجا اینم فاز اینم نول، بعد پایه 18 رو بعد میداریم میاریم هم مثل همین دیگه، دقیقا مثل همین عمل میکنید. میرید داخل بیمتال استوب استارت کنتاکتور، یه تیغه خود نگهدار کنتاکتور هم تو دوره طراحی مدف امان قدرت هم کامل براتون توضیح دادم، خودتون دیگه میدونید دیگه. اینم وصل میکنیم به اینجا تا زمانی که استارت که زدیم کنتاکتور دائم به صورت جذب بمونه. پس ادامه اینجا دقیقا میشه مثل همین. نگاه کن از پایه 18 میاد کجا میره، اینم دقیقا میشه مثل همین. پس جلسه فردا شب ساعت 10 شب میشه چی؟ آموزش پارامترهای اسیمتریک، آن دیلی، آف دیلی، چراغ رلی، پاور، خدمت شما عرض شود که H, P, F، تمام این پارامترها رو بهت میگم که چطور تنظیم بکنی و اینکه ولتاژ رو چطور تنظیم بکنی که از این حد کمتر و یا بیشتر شد الکتروموتور نسوزه و کنترل فاز سریع مدار شما رو قطع بکنه. خیلی دوستتون دارم. ویدیوی بعدی فردا شب میبینمتون. شبتون بخیر.